سر خط خبرها. با متخلف باید برخورد بشه. اجتماعات همچنان تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور ممنوع است. خسرو سینایی کارگردان پیشکسوت سینما درگذشت. آزمون‌های پیشرو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. توزیع وزیر علوم برای برگزاری کنکور هیچ مشکلی نداریم. و در آخر داشتن برگه تست کرونا منفی شرط ورود به ایران. امروز 11 مرداد، اینجا استدیو خبر روزنامه ایران، با من سهیل سرایان همراه هستید. اجتماعات همچنان تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور ممنوع است. حسن روحانی رئیس جمهور امروز در جلسه صداد ملی مقابله با کرونا گفت کلام رهبر انقلاب فصل الخطاب بود. از سخنان حکیمانه و مجتهدانه ایشان تشکر می کنم. روحانی ادامه داد دستور عملهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایام محرم تا هفته آینده به همه دستگاه ها ابلاغ میشه. تمام مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا تا زمان دسترسی به واکسن قابل قبول همچنان به قوت خود باقی هستند. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان ابراز داشت. با متخلف باید برخورد بشه. یعنی همونطوری که اینجا اعلام میشه که ادارات ما الان 80% یا بیشتر مراعات کردند پروتکل‌های بهداشتی رو، اگر یه فردی هم مراعات نکرد اون فرد تنبیه بشه و معلوم بشه. شما هم تو آمارتون اعلام کنید که 10 نفر این هفته در تهران، در 100 نفر در طول در سراسر کشور به دلیل اینکه مراعات نکردند از اداره اخراج شدند، اون روز براشون غیبت زده شد، مسئول اداره توبیخ شد. ما تمام موارد افراد متخلف رو باید شناسایی بکنیم، باید به طور کلی اعلام بکنیم. همطوری که پلم رو شما اعلام میکنید میگید 10 مورد ما پلم کردیم، به نظر من این پلم موثره، یه ضمانت اجراست، میگید آه این دستگاه تخلف کرده، این رستوران تخلف کرده، این بانک تخلف کرده، این پاساژ تخلف کرده. روحانی در ادامه گفت امسال تولیت‌ها و صاحبان اعضا در مساجد و محافل وظیفه تضمین سلامت همه عزاداران رو نیز بر عهده دارند. دکتر حمید سوری عضو ستاد ملی مقابله با کرونا به صورت تلفنی با استودیو خبر همراه شدند. از ایشون درباره نیاز برخورد با متخلفان، کسایی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنند، سوال پرسیدیم. خسرو سینایی کارگردان پیشکسوت سینما درگذشت. سینایی خالق فیلم عروس آتش چندی پیش به علت عفونت ریه و مبتلا شدن به کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد که متاسفانه ساعتی پیش درگذشت.
خسرو سینایی متولد 29319 در ساری، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و آهنگساز ایرانی بود. از جمله آثار معروف این کارگردان میشه اشاره کرد به جزیره رنگین، عروس آتش، گفتگو با سایه و مثل یک قصه. اعتبار سنجی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تشدید شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با اشاره به ورشکست نمای برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیرقابل بازگشت دانست. مقام معظم رهبری بزرگواری فرمودند در اون جلسه‌ای که ما خدمتشون بودیم، قوه قضاییه تصریح کردند و تأکید فرمودند که واقعاً باید در نظام بانکی اگر کارگاه‌های یا کارخونجاتی به هر نحوی به تملیک در میاد و تملک میکنه بانک، از اون روزی که بانک تملک میکنه باید بالاخره با امکانات بانک چرخ‌های تولیدش را بیفته، اگر احیاناً کندی داره کندیش از بین بره و به چرخه تولید کشور یک کارخونه یا کارگاه افزوده بشه. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره‌گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرد و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان تاکید کرد. برگزاری اولین کنکور کرونایی روز پنجشنبه، 179,000 داوطلب شروع به کنکور دادن کردند بعد از 4 بار تعویق و این گزارش در روزنامه ایران چاپ شده، میتونید مطالعه بکنید. درباره روند برگزاری، اینکه خیلی از داوطلبان ماسک زدن و حالا پروتکل های بهداشتی چجوری دقیقا رعایت شده. بلیت سینما فعلا نیم بها میماند. مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش درباره محدود زمانی اجرای طرح 50% تخفیف گفت این طرح برای دوران کرونا است و تا زمانی که شیوع آن در کشور ادامه داشته باشه بلیت سینماها نیم بها خواهد بود. شایسته در ادامه گفت در این شرایط سخت باید به مردم احترام گذاشت. در بسیاری از کشورها مسئولان فرهنگی از 50-80% تخفیف به تماشاگران فیلم ها اختصاص دادند. داشتن برگ تست کرونا منفی شرط ورود به ایران. محمد رضا کریمیان معاون بهره برداری فرودگاه امام خمینی گفت از چهارشنبه هفته جاری مصادف با 15 مرداد و 5 آگوست تمام مسافرانی که وارد فرودگاه امام میشن باید تست کرونا منفی داشته باشن تا 96 ساعت قبل از ورودشون به ایران. کریمیان در ادامه گفت البته اگر مسافران خارجی تست منفی کرونا همراه داشته باشند قربارگلی میشن و در صورت داشتن علائم با هزینه ایران مجددا تست کرونا از اونها گرفته میشه و 14 روز به قرنطینه میرن. توضیح وزیر علوم برای برگزاری کنکور: هیچ مشکلی نداریم. منصور غلامی وزیر علوم درباره برگزاری آزمون‌های پیشرو گفت: آزمون‌های پیشرو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. گزارش مستندی از تک تک استان‌ها، از دانشگاه‌ها و حوزه‌های برگزاری اخذ شده. نظرخواهی از داوطلبان دکترا که شرکت کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش که طبعاً فقط داوطلبان میتونستن وارد بشن اخذ شده. بالای 80% از برگزاری اظهار رضایت کردند. آمار مبتلایان به کرونا تا 11 مرداد ماه در 24 ساعت گذشته 2548 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده. مجموع بیماران به 306752 نفر رسیده. اما در 24 ساعت گذشته متاسفانه 216 بیمار جان باختند. مجموع جان باختگان به 16982 نفر رسید. 1067 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4011 نفر هستند. خوشبختانه تاکنون 265830 نفر از این بیماران بهبود پیدا کردند. لغو طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا تا پایان هفته. سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران گفت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرای طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا از صبح امروز شنبه تا پایان هفته متوقف شده. بر اساس این طرح تا آخر هفته تمامی خودروها بدون محدودیت میتونن وارد طرح ترافیک بشن. میریم سراغ ویدیوهای روز. گرمای شدید ایتالیایی‌ها را خانه نشین کرد. موج گرمای شدید و رطوبت بالای هوا در سراسر ایتالیا از جمله شهر روم بسیاری از مردم رو خانه نشین کرده. اما ویدیو بعدی سوال مهدی طارمی از مجری برنامه فوتبال 120 درباره عادل فردوسی پور. بسیار. من یه سوال دارم. جان. می‌دونم که برنامه 90 می‌خواد پخش دوباره. پخش می‌شه یا نه؟ ما اطلاعی نداریم تا این لحظه.
اما ویدیوهای آخر گفتگوی مجازی با سایه در نشست مجازی برگزار شده توسط خانه ایران در مونیخ، سایه نظرشو درباره اجرای شعر ارغوان توسط علیرضا قربانی بیان میکنه. تا مقدمه شنیدم، تا مقدمه شروع میشه بزدن، مردم شروع کردن به دست زدن، یعنی میشناسن دیگه اینا. ولی عیبش اینه که حقم دارن، این شعر نسبت برای آواز تصنیف. میریم به صفحه ایران قرن. سینما کریستال نمایش میدهد نخستین فیلم دوبله فارسی. 25 اردیبهشت 1325 نزدیک به 74 سال پیش دوبله فارسی وارد کشور میشه. صفحه ایران قرن به این موضوع پرداخته. هشتگ روز طالبان، تجمع حامیان طالبان در تهران و عکسایی که ازشون منتشر شد که در پارک ملت رفتن، واکنش کاربرا رو به شدت برانگیخته و خب خیلی ها خواستار برخورد با این افراد شدن و خب بهانه ای هم شده که به جنایت های طالبان در این سالها اشاره بشه. میریم به فیلم روز. بورس به کجا میرود؟ بورس ایران در روزهای طلایی به سر میبره و هر روز شاهد رشد شاخص کل و رکوردشکنی های پی در پی هستیم، تا جایی که شاخص کل با گذشت از 1,900,000 واحد در آستانه رکورد تاریخی 2,000,000 واحد قرار گرفته. این فیلم توسط گروه چند رسانه ایران تهیه شده، میتونید در سایت ایران آنلاین و یا شبکه‌های اجتماعی مشاهده بکنید. ممنونم که به استدیو خبر روزنامه ایران توجه کردید.